بهار آغاز شادابی. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. گفتارها شمعی از جهان آموزش ها بر بنیاد سیر اندیشه، گفتمان های پیرامون جهانبینی ها، تیوریک، تاریخی، سیاسی و روشنگرانه. گرداننده احمد شاه راستا، لس آنجلس، کالیفرنیا، ایالات متحده آمریکا. یک سلام سایل جان. بله، بیننده های عزیز سلام و درود. با پوزش بسیار زیاد که یکان مشکل تکنیکی بعضا می داشته باشیم، ولی چون برنامه ما یا امین نمایش یا شوی تلویزیونی ما لایف است، زنده است، بنان در پروبلم هایی وجود می داشته باشد در برنامه های لایف. و هر حال بیننده های عزیز، امروز شنبه سوم اپریل 2021 است و با 98مین برنامه پندارها و گفتارها خوش آمده. امروز در برنامه ما قسمی که شما می فهمید روی یک کتاب صحبت می کنیم، روی کتاب که در به نام قرارداد قطر صلح یا سراب است و این کتاب توسط جناب میر عبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوقدانان افغان در اروپا، بسیار بسیار تازگی در امین سال 2021 نوشته شده و این کتاب توسط جناب محمد قاسم آسمایی ویراستاری شده و با توجه آقای تمیم ابوی و ناشر از این نشرات انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، فکر کنم در فوریه 2021 این کتاب نوشته شده. کتاب وقتی که من مطالعه کردم یک پیشگفتار یا سرسخن یا سرسخن داره، تقریض از فصل نخست از قرارداد قطر و شکست اخلاقی دولت ایالات متحده نام داره. باشین که اگر من بتانم که امی کتاب خدمت شما صفحه هایش هم بگذارم، شیر کنم به اصطلاح مردم، به اصطلاح ما. خب به هر حال گفتیم که فصل نخستش قرارداد قطر و شکست اخلاقی دولت ایالات متحده امریکا است. فصل دومش ماهیت حقوقی قرارداد قطر است. فصل سومش بخش مخفی قرارداد قطر است. فصل چهارمش موارد آشوب برانگیز در قرارداد قطر. فصل پنجم قرارداد قطر و عدم توجه به نیاز و خواست اساسی مردم است. فصل ششم اقتصاد جرمی، یکی از منابع تمویل توریسم و طالبان. فصل هفتم مسکوت بودن قرارداد قطر در مورد نقش پاکستان. فصل هشتم مقابله با پلانهای سوپر شیطانی پاکستان. فصل نهم دفاع از حقوق و آزادی های آزادی در جریان سال. فصل دهم بازتاب نسخه های راند کورپوریشن در مسکو. فصل یازدهم نقد و نظر ارتجالی پیرامون طرح رندانه مؤسسه رند کورپوریشن. و فصل دوازدهم صلح یا سقوط. این کتاب در 108 صفحه نوشته شده و ما این کتاب اینا یک بار دیگر خدمت شما میگذارم. اینی کتاب است، این پشت کتاب است که نویسنده کتاب جناب میر عبدالواحد سادات هم میبینین و همچنان خود کتاب این شما میبینین که اینی کتاب است و بسیار بسیار هم کتاب جالب است. من خواندیم، امیدوار استم دوستایی که نخواندن
این کتاب بخوانن. جناب میر عبدالواحد سادات و امروز ما ازش البته هفته قبل دعوت کردیم، لطف کردن، مهربانی کردن و دعوت ما را پذیرفتن و در همین برنامه تلویزیونی پندارها و گفتارها تشریف آوردن. جای چیز دیگه اکنون میخواییم خدمت شما بگویم که همین لحظه ما را لایف هم از برگه پندارها و گفتارها میبینین، هم از تلویزیون بهار و هم از تلویزیون ساحل و تکراری برنامه هم در فیسبوک و هم در یوتیوب به خدمت شما گذاشته خواهد شد. جناب میر عبدالواحد سادات لطفاً روی صفحه تلویزیون بیاین که چهره مبارک شما را ببینن ما و دوستان. سلام و درود به شما، خوش آمدین صفحه آوردین. تشکر استاد راستای عزیز، احترام تقدیم میکنم خدمت شما، خدمت همکاران عزیز شما جناب ترکمنی صاحب، استاد بسام عزیز و همچنان به مسئولان تلویزیون وزین بهار جناب جبارخیل صاحب، جناب نوس نمایندهشان در اروپا و همچنان به جناب سایل و همکارانشان و تمام خواران و برادران و سروران گرانقدر که ما را میبینن میشنون احترام تقدیم میکنن و از قبل به کسانی که بعدن در یوتیوب ما را خواهد دیدن احترام تقدیم میکنن. از شما سپاسگزار هستم و در جریان صحبت دو بیننده های عزیز در ختم صحبت 10-15 دقیقه وقت داریم که سوالاتتان و یا طرح و نظریاتتان بگوین. تلاش میکنیم که ما این را اگر سوال داشتین خدمت جناب سادات در اخیر برنامه او سوال ها را بخوانیم. به هر حال آقای سادات باز هم خوش آمدین. چیزی را که من میخواستم بگویم که کتاب بسیار بسیار جالب، نو، بکر، تازه و در عین حال بسیار بسیار با حقیقت هایی که در جریان است، من دیدم این کتاب همسو است. میخواستم که به عنوان شروع یا آغاز گفت و شنود از شما بپرسم که در کتاب شما خود شما از شکست اخلاقی امریکا صحبت کردید. هدف شما در این مورد چی است؟ شکست اخلاقی یعنی چی و چی را میخواستین بیان بکنید؟ شکر جناب راستا، ما و شما اطلاع داریم که بعد از سقوط اتحاد شوروی فوکویاما اندیشه پرداز معروف ایالات متحده آمریکا، پروفسور معروف علوم سیاسی، کتاب نوشت زیر پایان تاریخ و در واقع با سقوط اتحاد شوروی و یکتاز شدن ایالات متحده آمریکا در عرصه بین‌المللی او در واقع به زعم خود پایان تاریخ اعلام کرد. از عجبیای تاریخ است که نه تنها تاریخ پایان یافته، تاریخ کماکان دوام داره و قریب 30 سال بعد ما از شکست اخلاقی امریکا صحبت میکنیم. البته واضح است که در این بود اندیشه مطرح است، یعنی آماج تحلیل و ارزیابی ما زیادتر بود اندیشه است، برای از اینکه ایالات متحده امریکا چنانچه تمام دوستان عزیز میفهمند اطلاع دارند در ابتدا بر اساس اندیشه‌ای که در ایالات متحده آمریکا در زمان به وجود آمدنش مطرح بود و در اعلامی استقلال آمریکا بازتاب یافته و همچنان در آرمان اولی که بنیانگذارای آمریکا مطرح کردند در اونجا مطالب مطرح بود که اونا امو سیستم سیاسی فدراسیون ایجاد شده در ایالات متحده آمریکا را و همچنان اصول فکریشان لیبرالیزم اونا مطمی نظرشان بود از امو صحبت بیز که متاسفانه در طول تاریخ ایالات متحده آمریکا به او اندیشه ها پشت میکنه
و به اصطلاح معروف پشدار میته به مجسمه آزادی که در واقع سمبول امو بخش از تاریخ امریکا بوده. در اینجا در این کتاب زیادتر تحلیل ما متکی است به واقعیت افغانستان و در واقع در مثال افغانستان این شکست ما مطالعه کردیم، برجسته کردیم. خب میتونه مثال های بسیار زیاد دیگه هم وجود داشته باشه در نقاط مختلف جهان و زیادتر متمی نظر ما فعالیت های ایالات متحده امریکا در زمان بعد از سقوط اتحاد شوروی، وقتی که خود امریکا به حیث یگانه ابرقدرت مطرح میشه و این دوام میکنه تا زمانی که اینا در افغانستان حضور نظامی میافن و بعدا به عراق هجوم میبرن، هجوم نظامی، و در این مرحله است، یعنی در مرحله دوم بوش، که اینا از حالت یگانه ابرقدرت به طرف افول میرن و تا جایی که ما و شما فعلا میبینیم که قدرت های رقیب بین‌المللی در برابر ایالات متحده امریکا ایجاد شده، مثل چین، مثل روسیه، همچنان اتحاد اروپا سفارایی میکنه. اینا چرا شکست اخلاقی؟ چیزی اساسی که به اینجا باید توضیح بدیم است که سوی تفاهم رخ نده که مناسبات بین المللی ای بر اساس منافع ملی تعریف میشه، بر اساس منافع است. آنچه که انجام میتن دولت ها بر اساس تشخیصشان از منافعشان، منافع ملیشان است، که در اونجا متاسفانه مسائل اخلاق و این بحث ها اصلا مطرح نیست. اما چرا شکست اخلاقی رو مطرح کردیم؟ این بسیار ساده، به خاطر از این که در حقوق بین المللی معلومدار نرمای حقوق بین المللی الزام آور نیست. چرا وقتی که ما حقوق بین المللی میگیم، عمدتا هدف ما از امی کنوانسیون های بین المللی است که بعد از منشور ملل متحد، بعد از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی که ناشی شده و در مجموع اینا امی سیستم موجودی حقوق بین المللی را تعریف میکنند. این میارها میارای الزام آور نیست، اما در اینجا اصلی که وجود داره یک تعداد اصول اخلاقی مطرح است. اصول اخلاقی به این معنا که در حقوق بین المللی یک اصل قبول شده جهانی وجود داره، مورال اوبلیگیشن. مورال اوبلیگیشن عبارت از همین مسئولیت اخلاقی دولت ها، قدرت های بزرگ، مخصوصا قدرت های بزرگ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد است. اینا در قبال جهان، در قبال عمل کرد خود دارای یک تعداد مسئولیت های اخلاقی هستند. اینا اگه این مسئولیت های خود اینا ایفا نکنن، عواقب که به وجود می آید برای ملت ها، برای کشور ها بسیار دردناک است. مثلا در مثال افغانستان ما این دیدیم، در مثال ساده که در کتاب هم توضیح شده، وقتی که اینا آمدن به ایالات متحده امریکا، آمد به افغانستان لشکرکشی نظامی انجام داد، ما و شما بیاد داریم که اتیداد شعارا مطرح شد که اینجا موضوع دموکراسی رو مطرح می کردن، دولت سازی رو مطرح می کردن، حقوق بشر مطرح می کردن اینا. و همچنان ایالات متحده امریکا و غرب در مجموع تلاش گسترده‌ای را انجام دادن که در افغانستان یک سیستم دولتی شکل بگیره که سرآغاز از او از بن بود و آمد به دولت انتقالی و موقت و بالاخره انتخابات انجام یافت و با همی دولتی که ایجاد شد در افغانستان، دولت متحد ایالات متحده امریکا، خود امریکا همراه از اینا قراردادهای استراتژیک با رئیس جمهور قبلی آقای کرزی و همچنین قرارداد امنیتی با دولت فیلی و مشاور امنیتی و آقای اکمر امضا کردن. در این قراردادها به صراحت گفته شده که تا 2024
اینا متعهد هستند که از لحاظ نظامی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی افغانستان و دولت چه کمک کنن. یعنی سال 24 قید است. به این معنی است که اینا تعهد کردن. اما ما و شما شاهد بودیم که در قرارداد قطر که مورد بحث این کتاب است، در اونجا بیرون رفت خود اینا، بیرون رفت قوای خود با یک گروه شورشی امضا کردن. تو گروه شورشی با امی دولتی که آمیش ایالات متحده امریکا است، این در حالت جنگ است، در حالت مخاصمت مسلحانه قرار داره. این امی موضوع خودش به تنهایی کافی است که این آلت ما آلت نشان بدیم که ایالات متحده امریکا بر تمام تعهدات به اصطلاح حقوقی خود با دولت افغانستان، با افغانستان، با مردم افغانستان پشت پا میکنه. وقتی که پشت پا میکنه، همزمان با این که تعهد حقوقی خود نقض میکنه، همزمان با این همون تعهدات اخلاقی که مطرح است به شکل بسیار مفتزه از این نقض میشه. یعنی بسیار یک چیز واقعا مضحک است، یک حالته که یک دولت و هم دولت ایالات متحده امریکا که عضو شورای امنیت است، امین اکنون هم یک ابرقدرت است، با تمام قدرت نظامی و امپراتوری بزرگ نظامی و اقتصادی و رسانه‌ای که داره در عرصه تبلیغات، در عرصه جنگ روانی، اینا با یک گروه شورشی موضوع بیرون رفت خود امضا میکنن. خب طبیعی است که در این قرار دادم ایالات متحده امریکا در پی منفعت خود است، منافع خود تعقیب کرده، اما در اینجا روی منافع متحد خود و روی منافع یک کشور دیگه پای میگذاره. عواقب دردناک از این وقتی که ما بررسی بکنیم ناشی از این قرار دادی که با طالبان در قطر امضا کردن، این حالت است که حالت بسیار ناگوار بر افغانستان پیش بینی میشه. به این خاطر است که من این باعث یک شکست اخلاقی ببخشید که من حرف شما رو سر عواقب از این مسئله پسان گپ میزنیم. چیزی مهمی که است این است که بسیار جانانه شما عواقب به اصطلاح اخلاقی تعهدات ایالات متحده امریکا را توضیح کردید، هرچند که شما میفهمید که جهان جهان چور است، جهان دزدی است، جهان غارت است، جهان پایماندن روی تمام نرم های اخلاقی و انسانی است. اما فرموده شما که یک سلسله میثاق ها و تعهدات بین المللی است که کشورها به هر حالت حداقل برای حفظ آبروی خود باید که او را نگاه کنن. بیاین که سوال ایتو مطرح کنیم مال برازی که از را پیشتر بریم در جریان صحبت، که اکی سوال اول ما باید از شما میکنم که ماهیت حقوقی امی آخرین قرارداد که بارد از قرارداد دوحه میگن که در قطر امضا شده در امارات متحده عربی، ماهیت حقوقیش از دید شما چگونه است و شامل چند بخش میشه، کدام بخش ها میشه، چی مسائل در این نهفته است؟ هرچند که شما گفتین که دولت ایالات متحده امریکا با یک گروه شورشی که ایک گونه نه الزامیت و نه مسئولیت اخلاقی و حقوقی داره که و نه شایستگی و سزاوار ازی است که باید دولت بزرگ با او قرارداد امضا کنه. بنان سوال ما مشخص است که اگر در مورد ماهیت حقوقی قرارداد دوحه و بخش پایش صحبت بکنیم. تشکر استاد راستای عزیز. اگر اجازه شما باشه مطلب بسیار جالب را پیش از یک سوال مطرح کردین شما لطف کردین و در این مورد بسیار یک توضیح مختصر عرض بکنم. بسیار خوب. پیش از اینکه شما توضیح کنین، فقط یک گپ بزای احترامانه برای شما باید بگویم که اگر که من اینجا متوجه یگان گپ دیگه هستم، به این معنی نیست که سلسله صحبت های شما را ما تعقیب نمی کنم، فقط همکار ما که باید تقصیرها ها و سوال ها رو بر ما روان کنه امروز نیست، وظیفه از او را هم ما باید همزمان انجام بدم که باز داخل این سوال ها از پیش ما
دور میشه. بفرمایید جناب سازاسر. میربانی شما مصروف کار خود باشید. بسیار خوب. فقط به صورت مختصر توضیح مرز میکنم که طبیعی گپ است که حالت فعلی جهان ای غیر قابل قبول است. اما مطلب سر از این است که جهان فعلی ما بعد از جنگ جهانی دوم در وجود سازمان ملل متحد و مثل که پیشتر گفتم منشور ملل متحد میثاق‌های بین‌المللی این یک نظم نسبی خود داره و در واقع عمیق قواعد بین‌المللی است که مطابق از این دولت‌ها تعهدات دارن رفتار بکنن. اگر غیر از این می باشه این امو حالت است به اصطلاح امو جهان آبسی یا آبزی است که توماس آبس پیشبینی کرده بود و او را هم در این کتاب ما توضیح کردیم. یعنی جهان را که پیش از سول وستفالیا مطرح بوده و پیشتر از او پیش از این که خود توماس آبس امو لویاتان معروف خوده که به اساس به حساب اجراهای معروف تورات لویاتان عنوان کتاب خود مانده توماس آبس کتاب را که نوشته می کنه توماس هابز به حساب جهان طبیعی و جهان مدنی را مطرح می کنه. جهان طبیعی حالتی که قانون مسلط نیست، نرمای حقوقی وجود نداره و در اینجا حالت طبیعی است هر کس که زور داره کمزور را می خوره. چنانچه خود توماس هابز میگه که ماهیای بزرگ ماهیای خورده شما میتونین بخورین. در واقع یک نوع قانون جنگل است که در کتاب مروی ازو بحث کردیم. بنال او خود جهان به اصطلاح جهانی است که در لویاتان توماس هابز تعریف کرده، جهان است که پیش از این که بشریت وارد یک دیکتاتورمای جهان شمول حقوقی شود، بنال در احوال فعلی وقتی که انجام میافه معلوم دار است که این یک نوع عقبگرد به جهان به اصطلاح طبیعی و جهان آبسیس که در اینجا فقط زور میتونه تصمیم بگیره. یعنی زوراور کمزور از صحنه باید اوت بکنه. در رابطه به سوال شما باید عرض بکنم که ماهیت حقوقی قرارداد قطر، ماهیت حقوقی رو ما چی گونه چی معیار برش داریم که بسنجیم؟ یعنی ایتو نمیشه که ما بر اساس تحلیل شخصی یا تحلیل سیاسی خود ما ارزیابی بکنیم که سند حقوقی است یا غیر حقوقی است. برای یک نرم وجود داره. این همون نرم است که در این کتاب هم توضیح کردیم که از همون زمان اوگوگوروسیوس که در واقع حقوق جنگ و صلح را اوگوگوروسیوس نوشته میکنه که در واقع اوگوگوروسیوس به حیث پدر حقوق بین‌المللی میشناسند و بعد از او از زمان سول وستفالیا تا به جنگ جهانی اول و دوم و ایجاد سازمان ملل متحد بله. از نمی مدت که سازمان ملل متحد به وجود آورده ما میثاق‌هایی داریم، کنوانسیون‌هایی داریم که اینا قراردادهای بین‌المللی را تعریف میکنند. مثلا قرارداد 1969 ویانا که حقوق مائدات را تعریف میکنند. به همین مبنا ما فعلا در حقوق بین‌المللی ما در واقع حقوق مائدات داریم. حقوق مائدات به این معنا که ما هر یک از قراردادهایی که صورت میگیره بر اساس از او سنجش میشه که جایگاه از این قرارداد در کجا است. متاسفانه بر اساس همین معیارها از او اوروسیوس تا به حال بر اساس حقوق مائدات میثاق‌های بین‌المللی قرارداد قطر در اینجا از هر گونه ماهیت حقوقی عاری است. البته یک سند سیاسی، یک سند تفاهمی است که ایالات متحده آمریکا بر مبنای منافع خود با یک گروه شورشی عقد کرده، گروه شورشی را که تا به میال هم بر اساس تعریف وزارت خارجه آمریکا، بر اساس تعریف شورای امنیت سازمان ملل متحد اینا در بلک لیست جهانی قرار دارن و همچنان رهبرایشان در لیست سیاه قرار دارن و خودشان هم به حیث یک گروپ تروریستی رجستر هستن.
با اینا قرارداد عقد میکنه. به این خاطر این ماهیت حقوقی نداره و میمونه موضوع از اینکه چند بخش داره به چه شکل. متاسفانه قرارداد دوحه برخلاف چیزی که در مطبوعات پیش از اینکه صادرات بخش دوم سوال ما رو جواب بدین، یک چیز دیگر هم من میخوام که اگر اجازه تان باشه که علاوه کنم که در پالوی از اینکه گروه شورشی است، یک گروه بسیار خطرناک شدید فاشیسم مذهبی و توریستی که بی‌رحمانه نه تنها که تارگت ها یا هدف های نظامی را و به خصوص امریکا را اصلا با کار غرض ندارن، که مردم بیگناه و بیچاره را از مسجد گرفته تا مدرسه تا مؤسسات تعلیمی و تحصیلی همه یا نابود میکنن و این خلاف تمام قوانین و میثاق های حقوق بشر در سراسر دنیا است. کشور ایالات متحده امریکا که کشورهای دیگه مثل چین و دیگه کشورها را به نام ناقض حقوق بشر بعضا مورد انتقاد قرار میداد و امیل لحظه هم میده. بفرمایید، ببخشید که ما یک دخالت گستاخانه کردم. فکر نکنم بخواد گستاخانه بوده باشه، شما لطف کردید خواهش توضیح ایراد کردید ولی متاسفانه قرارداد دوحه برخلاف چیزی که در مطبوعات گفته شده این شامل دو بخش است. یکی بخش علنیش است، همین چیزی که ما باعث قرارداد دوحه دیدیم مطالعه کردیم، یک بخش مخفیش است. در ابتدا بسیار تلاش صورت گرفت که دکتر خلیلزاد از این بخش پنهانی قرارداد، بخش مخفی قرارداد صحبت نکنن. حتی چندین بار وقتی که از آقای پامپیو وزیر خارجه قبلی ایالات متحده آمریکا سوال شد، اینا یک نوع تفره رفتن از جواب دادن دقیق. اما در کنگرس ایالات متحده آمریکا و بعدا خود زمامدارا و مقامات بلندپایه آمریکا مثل آقای جان بولتن در کتاب خود و همچنان مشاور امنیت ملی قبلی آمریکا کاندولیزا رایس و همچنان بعضی شخصیت های دیگه در نوشته های خود در اظهارات خود بر وجود بخش مخفی در قرارداد دوحه اینا اعتراف کردن و قرارداد بخش مخفی متاسفانه اما بخش بسیار چالشزا هست که خودی از او بعد از اینکه قرارداد امضا شد تا بال ما و شما میبینیم که کشمکش ها در سطح منطقه و حتی در مقیاس بین المللی به ارتباط افغانستان زیادتر میشه، جنگ ها شدت پیدا میکنه، عمدتا ناشی از بخش مخفی امین قرارداد دوحه است. یعنی هدف شما از بخش های از این قرارداد که میگن یکی بخش علنی دیپلماتیک است که به مطبوعات و به دنیا نشان میتن، ولی یکی پشت پرده پشت سن چیزهای دیگه است که با هم به توافق میرسن. بله، یک بخش مخفی وجود داره که اون بخش مخفی شتابال سرش صحبت نمی کنن اما با وجودش اعتراف کردن، حتی به صورت ضمنی مجبور شد که آقای پامپیو در کنگرس امریکا هم به وجود قرار بخش مخفی اعتراف کنن اما مندرجات از زور تا بال روش صحبت نمی کنن. یعنی که افشا نیست مطلب. بله افشا نیست و یکی از مسائل جنجالی بین حزب دموکرات و حزب جمهوری خواه و چنانچه رئیس جمهوری فعلی امریکا هم مطرح کردن و وزیر خارجهشان که ما بازنگری میکنیم، یک دلیل اساسی که اونا استناد میکنن همیست که ما به جزئیات با این قرارداد آشنا نیستیم. بعد از اینکه هدف از اونا از اون بخشای مخفی قرارداد هسته که اونا اطلاع ندارن. بخشای مخفی قرارداد مسائلش که تشنج در سطح منطقه یک نوع جنگ نیابتی و کشمکش ای تجدید کرده و بعد از این هم عواقب ناگوار داره. بسیار خوب. بخش کتاب شما ما خواندم با یک سلسله ترمینولوژی ها و اصطلاحات مخصوص خود شما و نو و تازه برخورد کردم که بسیار بر من جالب بود. یکی از اویی بود که در کتاب نوشته کردین از سیر نزولی قانون جنگل با جنگل بدون قانون صحبت کردین، هدف شما چی است و چی رو توضیح میکنه؟ هدف ما از قانون جنگل بله.
امو اصطلاح بسیار معروفی است که به حساب The Law of the Jungle و ای به حساب بسیار معروف است. البته ای در واقع از حساب امو یک رمان معروف است که رودیارد کیپلینگ یک رمان معروفی که داره قانون جنگل، ای از اونجا که در واقع او به حساب سیر در جنگلات هندوستان مطالبی را که در این رمان مطرح میکنه، یعنی قانون جنگل که ما ذکر کردیم در اینجا امو پیشتر ما مطلب را که مطرح کردم از لویاتان توماس آبس زیادتر به او ارتباط میگیره. یعنی جهان در یک مرحله در موقعیت قرار داره که به حساب حالت طبیعی است. حالت طبیعی به چی معنا که این زور است که یک نوع به اصطلاح قانون وضع میکنه. یعنی یک نوع حالتی که در جنگل مطرح است. یعنی یک نوع به اصطلاح قسمی که در امی رومان توضیح شده، اما تو یک قرارداد نانخشته که بین ایوانات جنگل مطرح است که بر اساس زور تعریف شده که جایگاه شیر تعریف شدگی است در جنگل، جایگاه گرگ تعریف شدگی است، جایگاه روباه و سایر ایوانات. به این معنا که این زور است که تعیین کننده است که جایگاه شیر تعیین کرده. یعنی قدرت فیزیکی خود شیر تعیین کننده جایگاهش در جنگل است. اما در اینجا ما در کتاب این مطلب به خاطر از این اشته کردیم که بعد سقوط اتحاد شوروی آلت در جهان مستولی شد که ایالات متحده امریکا به عیس یگانه ابرقدرت مطرح میشه و در اینجا در نقش یگانه ابرقدرت آلت را در جهان میاره که پیشتر از او وجود نداشت. یعنی از زمان تأسیس ملل متحد تا زمان سقوط اتحاد شوروی هر نوالتی که در جهان بوده، هر انتقادی که بالایش شود، اما این یک پوشش حقوقی به حساب منشور ملل متحد، سازمان ملل متحد، میثاق‌های بین‌المللی، قدرت‌های بین‌المللی رقیب کوشش میکرد که اعمال خود را توجیه بکنند در رابلای امی میثاق‌ها. بعد از سقوط اتحاد شوروی یگانه ابرقدرت جهان بر اساس امو بازوهای نیرومند خود، بر اساس قدرت فیزیکی خود، قدرت فیزیکی که انشتین از سالها قبل اظهار تشویش کرده بود بله. که با قدرت فیزیکی که با اتم هم مسئله است، اینا اعمال را در جهان انجام دادن که در مغایرت کامل با میثاق‌های بین‌المللی و حقوق بین‌المللی بود. به هر جایی که دلشان شد تاخت تاس کردن، لشکرکشی کردن، هجوم بردن، رفتن. این آلت از اینا مثلا در کشورهای مثل افغانستان، عراق، جاهای دیگه به مطالعه رسید. تا زمانی دوره آقای ترامپ، دوره آقای ترامپ آلت در جهان به وجود آمد که موره در کتابت تعریف کردیم که امی قانون جنگل به طرف سیر کرد که به جنگل بدون قانون جهان روان شد. این حالتی که به اصطلاح وطنی ما و شما مردم سر قانون جنگل شکر بگوید. چرا قانون جنگل خود جایگاهش معلوم است که حداقل هر کس که داخل جنگل است حیوانات همون را رعایت کنند. یه ندفع دانیست که وظیفه شیر و موش معلوم است در قانون جنگل. معلوم است دیگر. اما حالتی که ما از قانون جنگل به جنگل قانون یعنی سیر قهقرایی روان استیم، این دیگه حالتی بسیار دهشتبار است که ایره امی ژورنالیست معروف افغانستان محترم عنایت شریف او رو در برنامه خود توضیح کرد، گفتی بسیار شبیه حالت سملکرد آقای ترامپ، شبیه به مو حالت دهه 70 افغانستان که جنگای تنظیمی در کابل بسیار شدت داشت و در اونجا قمندانا و جنگاورا بایسکل یا موتر یک کس را تصاحب میکردن و بعد از اون میگفتن شما بایسکل مرا چند میخرین. تقریبا این مثال زمانی که اگر به خاطر شما و شنوندگان
بینندگان عزیز باشه، وقتی که در یک عملی راکتی قاسم سلیمانی از بین رفت توسط قوای نظامی امریکا، اونجا عراقی ها این مسئله را مطرح کردن که باید قوای نظامی امریکا از عراق برایه. اما آقای ترامپ جواب بسیار جالب را کرد. او در جواب خود گفت خب بسیار خوب میبرایم امی قیمت پایگاه هایی که ما ساختیم و امی قیمت پرداخت کنیم که باز ما برایم. این مثال آقای عنایت شریف تشبیه کردن به موالت انرشی که افغانستان در دهه 70. اینمی آلت است که من در این کتاب رو باعث آلت جنگل بدون قانون مطرح کرده. بله بسیار خوب. سوال دیگه تو مطرح میشه که در کتاب شما راجع به بازی بزرگ صحبت کردین و این بازی بزرگ در شرایط کنونی از دید شما چگونه مصداق داره، یعنی چی را توضیح میکنه و هدفتان از بازی بزرگ چی بوده؟ البته گذشته بازی بزرگ خو شاید ضرورت به توضیح نداره، اولا خب واضح هست که هدف ما از بازی بزرگ چی است. امو بازی است، امو کشمکش بین قدرت‌های رقیب در قرن 19، بین قدرت استعماری انگلیس و قدرت استعماری تزار روسیه در اخیر قرن 19 در ماحول افغانستان، ایران و آسیای میانه را. ای به حساب امی بازی بزرگ تعریف شده که البته در این ارتباط امی خود اصطلاح بازی بزرگ از امو رمان رودیارد کیپلینگ گرفته شده و این یکی از افسرهای اطلاعاتی یکی از جواسیس انگلیس مطرح میکنه که در قوای بحری انگلیس مصروف خدمت می باشه. یعنی بازی بزرگ امو کشمکش استعماری که بین قدرت‌های رقیب در اون مقطع وجود داره و در وجود قراردادهای استعماریشان که اینا ساحات نفوذشان تعیین میکنن، اینمی قراردادها امی کشمکش ها باعث بازی بزرگ در تاریخ شناخته شده، چنانچه بر افغانستان هم اینا آلت بفر تعریف میکنن و افغانستان در موقعیت بفرستید قرار میتن در این قراردادهای خود. البته به تعقیب از این بعد از جنگ جهانی دوم کشمکش های بین المللی در وجود اتحاد شوروی و ایالات متحده آمریکا دوام میکنه که زیادتر در اینجا پوشش ایدولوژیک داره این جنگ، اما در واقع یک نوع قدرت نمایی، یک نوع به حساب یک جنگ کلان جیوپولیتیک بین عمود و ابرقدرت عمو مقطع تاریخ است. از زمان سقوط اتحاد شوروی به این طرف دوباره پس امی بازی ها به شکل دیگی آغاز میافه و این از بلعجبی های تاریخ امی است که در او وقت هم بازی های بزرگ در واقع به حساب مثلا موقعیت افغانستان اگه ببینیم به حساب دروازه ورود به هندوستان و یا باعث معبر ورود به آسیای میانه مورد تاخت تاس قرار میگیره. و در این دور جدید هم بعد سقوط اتحاد شوروی در واقع افغانستان همین که یک موقعیت دوباره برش داده میشه به این مانا که یک نوع چگونگی رفتن به طرف آسیای جنوبی و همچنان چگونگی رفتن یعنی باعث یک معبر ورود به آسیای میانه. اما در این کشمکش، این کشمکش کلان جیوستراتژیک و جیوپولیتیک در وجود جنگ اقتصادی جیوکنومی تعریف میشه، یعنی ماهیت جیوکنومیک داره. به همین خاطر است که پای کمپانی های بسیار بزرگ ما و شما میبینیم در دهه 70، هدف ما دهه 70 شمسی است، یعنی دهه 90 میلادی پای کمپانی های بسیار بزرگ بین‌المللی داخل میشن و صحبت از راه ابریشم صورت میگیره. کمپانی دلتا میاین اول در زمانی که دولت مجاهدین وجود داره،
کمپنی دلتا با اینا صحبت ها و تفاهمات انجام میتن. به تعقیبش کمپنی یونیکال داخل میشه و در این کشمکش کمپنی دلتا را عقب میزنه و داستان کمپنی دلتا و یونیکال کشمکش شن. امی نتایجش ایجاد خود امی پروژه طالبا هسته و چنانچه طالبا وقت ایجاد میشن اولین سفرهایشون به دعوت یونیکال در ایالات متحده امریکا هست که از جمله امی آقای دکتر خلیلزاد و همچنان بعض شخصیت های دیگه که در افغانستان رئیس جمهور قبلی و همچنان قاضی قضات قبلی رئیس جمهور فیلی، اینا کسایی هستند که در امی وقت در امریکا بسیار فعال هستند در ارتباط به امی پروژه همراه طالبا و در رابطه به افغانستان بسیار فعال هستند. امی کشمکش جیوکنومی که جدیده که در دهه 90 دوباره آغاز میشه و در واقع جنگ افغانستان ای تعریف میته، کشمکش افغانستان در واقع میتونیم در مدار ازی ما تعریف بکنیم، اینه میره بحث دور جدید بازی های بزرگ در اینجا میاد کردیم. البته در این وقت قبلا فکر میکنم بر اولین بار دور اصطلاح دور جدید بازی های بزرگ آقای احمد رشید جورنالیست معروف پاکستانی در کتاب معروف خود طالبان نفت و آسیای میانه در اونجا ذکر کرده بوده. هدف اینه تو یک چیزی هست. بسیار خوب، بسیار خوب. جناب سادات شما میفهمین که طالبان را بسیاری ها به نام سربازهای بی یونیفرم CIA و ISI British Intelligence Service این مسائل یاد میکنن و صحبت با طالبان یعنی صحبت با پاکستان. خب پاکستان زیر نام طالبان مستقیم در کشمکش افغانستان از دهه ها به این طرف و بخصوص در همین دو دهه آخر سهم داشته. میخواستم این مسئله را شما پرسان بکنم که در کتاب خود شما نوشته کردیم از یک مسئله به نام رمز یا شاکلید مسئله قرارداد دوحه و مذاکرات دوحه و مذاکرات بعد از او و در مجموع صلح افغانستان که بارت از پاکستان است. هدف شما چی بوده در این مورد؟ هدف ما در این بخش از رمزی که ما یاد کردیم باید. ما خواستیم توجه خواننده کتاب به این موضوع جلب بکنم که امی رمز پیروزی پاکستان در چین افتاده است. به خاطر از اینکه ما افغانا از لحاظ عادتی قسم عادت کردیم که همیشه پاکستان چون کشور دشمن ما بوده، کشور خصم ما است و معلوم دار در طی بیشتر از 14 یعنی 45 سال است که جنگ اعلان نشده پاکستان بر ضد افغانستان دوام داره. در اینجا یک نسل نه که دو و تا سیوم نسل به این جریان با وجود آمده، به این خاطر یک دیدگاه کلان منفی وجود داره و واقعیت آمست دیدگاه عینیت داره باید آن باشه بله. اما این یک جهت منفی به خود ایجاد کرده که ما همیشه پاکستان با تحقیر به حیث دالخور و به حیث چطور چطور یعنی بسیار پاکستان ما از خود کرده ضعیفتر فکر کرده که ما از خود کرده بسیار یک کشور. خب در این جای شک نیست که پاکستان یک کشور تصنعی است، مخلوق استعمار است، در این جای شک نیست. اما سوال سر از این است که در این 70 سالی که پاکستان حضور داره بیشتر از 70 سال همیشه در رابطه با افغانستانی برلاز بوده، همیشه دست پاکستان بالا بوده. و ما و شما وقتی که به تاریخ نگاه بکنیم، ما قبلا هم در یک تعداد نوشته‌ها یک آن کتاب سخن دیگه هم که ما نوشته کردیم در این ذکر کردیم، مثلا هزمگیری اولی که بعد از عملی نظامی پاکستان بالای مغلگی یک اولین هجوم نظامی از طرف پاکستان صورت میگیره و منطقه مغلگی در پکتیا مورد بمبارد قرار میگیره. بله. فردای از او شاه محمود خان صدر اعظم وقت در مسجد صدارت یک فاتحه میگیره و در او فاتحه باز اینا به حساب ششتن و فاتحه دار هستن و سراسر فاتحه
شاه محمود خان صدر اعظم گریه میکنه. همین گریه میکنه. و وقتی که یک 30 سال پیش اگه یاد شما باشه یک عملی تروریستی بسیار خطرناک پاکستان توسط طالبان در دیدادی مزار در کشلی عسکری مزار انجام دادن که باعث از بین رفتن بیش از 80 نفر از سربازا و افسران افغانستان شد. من در اون مورد یک چیز نوشته کردم که از مغلگه تا دیدادی می گریه است از ما. ناله است. فغان است. ما همیشه فغان میکنیم، گریه میکنیم، شعار میتیم، تحقیر میکنیم. اما یک چیز متوجه نیستیم که امی دلیل ضعف خود بیافیم، به اصطلاح پاشنی آشیلی خود درک کنیم که ما چرا ضعیف هستیم. وقتی که ما و شما به تاریخ مراجعه بکنیم، ما و شما میبینیم که اینمی مثلا داود خان در زمان صدارتش واضحا در اثر فشار پاکستان داود خان از قدرت کنار میره و در اینجا پای شاعران شامل میشه در امی کشمکشی که ایجاد میشه با دولت وقت افغانستان. داود خان مجبور میشه کنار بره. بعد از او وقتی که ما و شما میبینیم مثلا خود جمهوریت اول به رهبری محمد داود خان این جمهوریت ناکام که میشه، این ناکامی ازی ای کاملا در اثر سازماندهی بسیار آگاهانه پاکستان است. در سال 75 امی پاکستان است که توسط ذوالفقار علی بوتو اولین فراری های افغانستان به حساب امو فعالین نهضت اسلامی وقت که معروف به اخوان المسلمین بودن در پاکستان فرار میکنن. به دستور صدر اعظم بوتو توسط نصیر الله بابر اینا سازمان داده میشن و جالب است که امین نصیر الله بابر که در اون وقت حیثیت پدر معنوی تنظیم های جهادی ایفا میکنه و امو امام کرنیل معروف عین نقشه باز در مرحله بعدی اینا با طالب ها ایفا میکنن. به همین خاطر نصیر الله بابر را باز مجدد باعث پدر معنوی طالب ها شناخته میشه و امی امام کرنیل دفعه دیگه باز عین نقش با طالب ها بازی میکنه و باز از اون نقشش در ایراد. خب اینال ما و شما در این 20 سال وقتی که میبینیم خب به تعقیبش حوادث بعدی بعد از هفت ثور تا به سال 92 بسیار واضح است. معلوم دارم اون جنگ اعلان نشده پاکستان در واقع پاکستان به قول شادروان رحیم رفعت امو نقش تختی خیزه ایفا میکنه. بعد از اون در دهه 90 هم برای ما و شما کاملا واضح است پاکستان طالبان را ایجاد کرده. اما طالبان را چی وقت ایجاد کرده؟ در زمانی که موضوع پلان به اصطلاح صلح ملل متحد در وجود آقای محمود مستری مطرح بود و در اونجا به شمول شاه سابق و یک تعداد از بلند پایگان رژیم سلطنتی در کویته پاکستان مصروف جلسات بودن. اینا مصروف جلسات بودن، پاکستان بر از اینا طالبان را ایجاد کرده. در واقع او پروژه را با این کار خود خونسا ساختن. اینا در این 20 سال در حضور ایالات متحده امریکا، در حضور به اصطلاح جامعه جهانی، در حضور ناتو، همون جنگ اعلان نشده پاکستان کماکان به شدت دوام داره. در واقع این پاکستان است که در این 20 سال از امریکایی‌ها باج گرفته. چنانچه پرعرفی نشه، من فقط مختصر امیر عرض بکنم که ما و شما شاهد بودیم که در 2018 خود آقای ترامپ اعلان کرد استراتژی خود در قبال جنوب آسیا و یک بخش اصلی از این اونجا این مطرح بود که پاکستان به حیث محور شرارت تعریف کردن. چنانچه در اولین توییت که آقای ترامپ کرد در 2019 در اولین توییت خود پاکستان مرکز شرارت اعلان کرد. اما شرش ما بعدش امی پاکستان در واقع وظیفه میگیره که در نقش قیم طالبان، در نقش قیم افغانا در اینجا وارد معامله با ایالات متحده امریکا میشه و در واقع قرارداد قطر این چیزی که صورت گرفته این در واقع محصول مذاکرات است که دکتر خلیلزاد در جی ایچ کیو پاکستان داشته و مخاطب از او جنرال های پاکستان بوده.
یعنی یک بار دیگر سر سرنوشت ما و شما اینا تصمیم گرفتن و اگر موضوع به این منوال دوام بکنه معلوم دار است که سر سرنوشت ما و شما حاکم میشن. تشکر. بسیار خوب. ساده‌تر پرسان کنم که تعریف شما یا تأویل شما از جنگ 20 ساله آخر چی است؟ تشکر استاد راستای عزیز. و به ادامه یک سوال دیگه هم هست که منابع تمویل جنگ افغانستان شما در کجا میبینین؟ است همین دو سوال اگه همزمان جواب بدین چون وقت ما کم است و دوستا همینجا هم از تلویزیون بهار و هم از صفحه ما بسیار بسیار تبصره ها کردن و سوال ها پورا هم بخوانیم. بفرمایید. تعریف ما و تعریفی که در کتاب داده شده از جنگ امی است که ما خود صلح را که نقد کردیم قرارداد صلح را یک بخش از این معطوف به این است که ما در رابطه با صلح برخورد ما برخورد بسیار سطحی هست، یعنی ما از خود جنگ افغانستان یک تعریف دقیق نمیتونیم ارائه بکنیم. زمانی که از جنگ ما تعریف دقیق را نکنیم به هیچ وجه ما نمیتونیم از صلح افغانستان تعریف دقیق را بکنیم. این جنگ افغانستان قسمی که پیشتر من بر شما عرض کردم در واقع به نظر من این دور جدید بازی های بزرگ است و افغانستان تراژدی خونبار افغانستان در طی 45 سال معلول و مسئول مداخله و تجاوز خارجی است که در این ارتباط ایالات متحده امریکا از اول تا به حال نقش داشته و در این 20 سال اخیرم این یک جنگ کلان بین‌المللی است، یک کشمکش کلان جیوپولیتیک بین‌المللی است، یک کشمکش کلان جیوپولیتیک منطقوی است، معلوم دار ابعاد بسیار وسیع و پیچیده داخلی هم داره. این تعریف ما از این جنگ است که همزمان با تداوم جنگ اعلان ناشده پاکستان با دسای سلیل ایران در وجود سپاه پاسداران در داخل افغانستان دوام پیدا کرده و در واقع یک جنگ است که جنگ نیابتی است که بین رقبای جیوپولیتیک منطقوی در داخل افغانستان ای انجام می‌یابد. منابع تمویل معلوم دار است که منابع تمویل در اینجا قسمی که در کتابم تشریح شده که خود قرارداد از یک تعداد چیزهای بسیار اساسی طفره رفتند، یک تعداد چیزهای بسیار اساسی را سرشستن هیچ صحبت نکردن که از جمله منابع تمویل جنگ افغانستان است. مثلا یکی از منابع کلان تمویل جنگ اقتصاد جرمی است در افغانستان، همین چیز جنگ ایروین به حساب، همین چیزی که افغانستان به حیث پایتخت ایروین جهان معروف کرده، امی چیزی که المند به حیث پایتخت ایروین جهان معروف ساخته. این جنگ یک جنگ بسیار کلان است که مافیای بین‌المللی در اینجا، قاچاقبران بین‌المللی به حساب ایروین در اینجا شامل هستند و چنانچه که ما و شما میفهمیم که خود مسئله عایدات ایروین، عواید ناشی از ایروین در جهان فعلی بلندترین رقم تشکیل میده، یعنی دو چند بلندتر از عاید نفت و گاز است و ده چند بیشتر از عاید مسابقات تسلیحاتی است. به این خاطر یک رقم بسیار بزرگ است، یک بخش از این به طالبان تعلق میگیره و یکی از منابع تمویل طالبان است. البته طالبان در پالوی از این در مسئله مافیای معادن افغانستان، در مسئله مافیای چوب افغانستان، در مسئله مافیای انتقال آثار باستانی افغانستان و همچنان در رابطه به فساد گسترده‌ای که در جامعه و در دولت افغانستان است، طالبان از این هم زینف هستند. به این معنی که از گمرکات افغانستان، از ترانسپورت افغانستان، از اینا هم طالبان به قول خودشان عشر می‌گیرند. یعنی اینطور که برادرای طالب ما میگن که ما یه مسئله آزادی افغانستان مطرح و قوای خارجی است، این است آن است، ایگه پا نیست. چه قسمی که شما میگین اینجا بسیار سیاست های کلان منطقوی و جهانی مطرح است و مسئله مافیایی که شما تشریح کردین از مافیای مواد مخدر گرفته تا مسائل حتی تکس مردم و
گمرکات و ایگپا. به هر حال خب جواب ممان راست و صحیح. خواهش میکنم بفرمایید. ایگپای برادرهایتون به برادرشون آقای کرزی راجی بسازیم، شاید اونا توجیه دقیق داشته باشه برشان. میربانی بفرمایید سوالات دوستان. من میخواستم که در اخیر شما بپرسم که یکی خود در کتاب شما که پسان مورا باز میگذارم در مورد نقش زن که نصف از جامعه است، اصلا سکوت کامل از طرف طالب ها وجود داره و از این طرف هم فقط به شکل نمادین یک چیز یک چند تا زن را آن کردن. خب از او که بگذاریم، حالی با در نظر داشتم این تحلیل هایی که شما هم حالی گفتین و هم در کتابتان توضیح کردین، در پولوی امی پدیده های منفی یک به حساب گفتی خود شما، اصطلاح خود شما، یک سونامی بسیار بزرگ دیگه در داخل کشور ما وجود داره که او عبارت از یک موج بسیار وسیع از پرابلم های قومی، زبانی، سمتی، مذهبی، شوینیزم افغانی، سکتاریزم و صدها مسائل دیگه. در این مورد چگونه ما از شر از این مسائل نجات بیافیم و چگونه ما بتانیم که همه یک جای یک دست بتانیم در برابر این پرابلم هایی که شما گفتین کار کرده بتانیم؟ چرا بزرگترین مشکل افغانستان من فکر میکنم امی است که مردم گم است در اینجا. تمام تصمیم ها اونا با اون شکل که شما بخش مخفی و علنی مذاکرات و قراردادها و مقابله ها را بیان کردین وجود داره، ولی مردم گم است. بنان ما عزیز چگونه مردم با هم یک جای کنیم و این پرابلم هایی که مردم متشتت و متفرق میسازن مثل قومگرایی و زبان و گپایی که من گفتم، این چگونه ما بتانیم که در برابرش مبارزه کنیم؟ در این ارتباط باید با موضوع به حساب، چون ما زیادتر در صحبت امروز در واقع عوامل بیرونی را مطالعه کردیم. بله. عوامل داخلی افغانستان ایجاب بحث قوی، بحث جدا را بیکنه، وقت کافی کار داره. اما با نهایت اختصار من بر شما چند مورد ذکر میشه. اولی که ما همیشه ما افغانا عادت کردیم در طی سالهای متمادی همیشه درباره استعمار، درباره مزار استعمار، درباره کلونیالیسم زیاد گپ زدیم، زیاد میفهمیم ما و نفرت فراوان هم داریم در اینجا، نفرت برحق داریم. اما یک چیز هم فکر میکنم، البته در زیابی ها و در تحلیل شخصی خود من، که ما فراموش کردیم که او استعمار بهی الوا هست، که این بسیار مزرگتر از اصل استعمار است. استعمار بهی الوا در واقع استعمار بهی الوا استعمار دیگه که بیننده ها باز کنفیوز نشن. بله، من بخاطر کنفیوز نشن مرز کردم که بهی الوا یعنی استعمار. ای به مراتب خطرناکتر است و همون چیزی که به نام جنگ روانی یاد میشه در جهان فیلی، این جنگ روانی یک بخشی از جنگ اساسی است در قبال افغانستان که در این حدود نیم قرن دوام داره و این به خاطر چی است؟ در راستای همون اصل بسیار شناخته شده کلاسیک است که تفرقه به انداز و حکومت کنه. این در واقع به خاطر، مثلا شما اگر ببینیم در داخل افغانستان هیچ کس انکار کرده نمیتونه که در افغانستان کارهای صورت نگرفته. معلوم دار در 20 سال کارهای صورت گرفته، ساختمانهای شده، تعمیرات ساخته شده، تغییراتی به وجود آمده که هیچ وقت از این انکار ما نمیکنیم. اما در اساس جامعه متاسفانه، در بطن جامعه متاسفانه، جامعه بسیار به طرف عقب هم رفته. اگر ما شهرها را تنها مطالعه نکنیم، حتی در بطن شهرها هم به خاطر از اینکه متاسفانه افغانستان طی سالیان متمادی و امین اکنون آماج ذهنیت تکفیری قرار دارد. مثلا شما ببینید که در افغانستان در 50 سال چقدر امی سیر سعودی داره، مدارس، امی مدارس مربوط به جهادی و طالبی، امی که ذهنیت تکفیری تبلیغ میکنه، خلق میکنه، دایشی و بعدم شاید کدام نام دیگه پیدا بکنه.
تعداد از این در داخل افغانستان و در منطقه این روز به روز زیاد شده میره. اما روزا ما میشنویم این خودی از این یک طاعونی بسیار بزرگ است. در پالوی از این دیگه امراض به حساب در داخل جامعه ما و شما حوادث ناگوار در افغانستان و قسمی است که امی مسائل اجتماعی بسیار کم سرش توجه میشه. یعنی به حساب یک نوع امو سوسیال پاتولوژی که میگه در افغانستان این موضوع ناشناخته است. بله. مثلا ما قتل فرخنده را ما شما یک حادثه عادی جنونی آستاستا فراموش شده تا معلوم نشد کمی مجرمین به جزا رسیدن یا نرسیدن. اما اصل عمق موضوع ما سرش کم توجه میکنیم که این معلول کدام شرایط ذهنی است، کدام شرایط است که اینمطور یک فاجعه فرخنده را به وجود آورد. و این فاجعه خو هر روز تکرار شده میره در افغانستان، هر روز وجود داره. این حال در افغانستان قسمی که من ایره قبلا نوشته کردیم می تنها کرونا نیست و ایسی اقافت که ما را تعدیب می کنه، ای تنها جنگ نیست، ای تنها فساد نیست. در واقع در 12-13 که می ایره در یکی از بقالات فیرس شام نوشته کردیم ای آفات و بلیاتو مثل تاون وره در جامعه افغانستان وجود داره. بستر اجتماعی از این فقر است. در جامعه فقیر زده، در جامعه جنگ زده افغانستان، جامعه که بیشتر از حدود 45 سال جنگ تعمیلی بر مردم تعمیل میشه، عواقب از این چقدر مردم از بین رفته، شهدا، معلولین، زخمی ها، مثلا مواد مخدر گفتیم، اما از خود کسایی که مصابست ما و شما صحبت نکردیم، در حدود 3 میلیون یا بیشتر از او افغان ها به مسائل مواد مخدر مصاب هستند. همزمان با اون مسائل بسیار بدوی، مسائل بسیار عقب مانده قومی، مذهبی، سمتی، در این در مجموع اگه این خلاصه کنم معرف خوده که افزون برده ها دلیل بیرونی که وجود داره، دلایلی که از بیرون آمده در افغانستان، در داخل افغانستان دلیل اساسی که وجود داره به نظر من ای است که این پاشنی آشیل افغانستان فقدان یک دولت ملی قانون محور و عدالت گستر است. بله. یعنی ما دولت داریم، ما دولت داریم، ما قانون داریم، اما ما دولت مقتدر ملی قانون محور و عدالت گستر ما در داخل افغانستان نداریم. به همین خاطر است که در طی از این 20 سال ما از بازار آزاد گپ زدیم، به عوضش بازار فساد جور کردیم، دموکراسی گپ زدیم، در اصل کلپتوکراسی را محاکم کردیم. بین دای از این کلپتوکراسی از دید جناب سادات صاحب که میگه یعنی اون شخصیت هایی که در دولت هستن ولی چور را انداختن، ساده تر بردان تشریح کنم. بله. بله، اما چیزی که چند روز پیش رئیس جمهور افغانستان اعتراف کرد که 50% عواید افغانستان دزدی میشه. یعنی به این معنا که بسیار واضح‌تر عرض بکنم که در طی از 20 سال به عوض دولت ملی در افغانستان شرکت سهامی سازمان داده شده، به وجود آمده، مسلط شده، شرکت سهامی طراز مافیایی جهادی طالبی و امی مافیا. این حال سرنوشت افغانستان هم فعلا در دست امی کلپتوکراتا، در دست امی تیکدارا، دین، تاجران قوم، امی قوم فروشان، دین فروشان. و جالبی است که من ایسه حسن ختام عرض بکنم، باز به سوالای دوستا بریم، امی آقایانی که به اصطلاح تیکدار جهاد جنگ هم بدن، تیکدار دموکراسی هم شدن در 20 سال، آل میخواین سول افغانستان هم تیکه کنن و به این ترتیب جنگ نیابتی افغانستان در وجود آمیان منطقه و بیندلی خود به طرف سول نیابتی ببرن. و این به نظر من تا زمان ما از دیالت چی نمیشیم نجات پیدا نمی کنیم که افزون برده ها عامل بیندلی منطقوی، عامل دولت، دولت فساد اینا، خود یک روشنگری گسترده در داخل افغانستان نباشه و در ایسه خود روشنگرا، خود روشنفکرا در گام اول از خود باید شروع بکنیم
و کار گستردهی روشنگرانه بیداری، بیداری و باز هم بیداری، روشنگری، روشنگری و باز هم روشنگری. بسیار عالی. بیننده‌های عزیزی، صحبت جناب سادات بود. آخرین گپایی که از کتاب جناب سادات من بخشایشون یه انداختم در جریان صحبتشون میبتونیم ببینیم که در تمام از این پروسه ها بخصوص در 20 سال با تأسف تمام که حضور مردم کمرنگ است، در مورد ماهیت که گویا سو کال گورنمنت میگن گویا دولت است توضیح کردن جناب سادات و پرابلم های درونی منطقوی و بین المللی توضیح کردن. اگه اجازه تان باشه جناب سادات که بریم به تبصره های دوستا، کوشش میکنم بسیار مختصر بخونم. یک تا دوستا چندین تبصره کرده، از هر کدامش یک تا برای اینکه وقت ما کم است و شما هم خواهش میکنیم که اگر پاسخ داشتین یک در کوتاه‌تر برای اینکه از چند تلویزیون برای ما آمده میره پیام ها و همچنان از برگه فیسبوکی. آقای فدا لاروی میگن که در افغانستان حضور می‌یابد و یا با تجاوز آشکار بر کشور ماست. البته در جریان صحبت خود شما گفتین که در نخست که حضور افغانستان اینجا اینا تصریح کردن که تجاوز است. چیزی شما میگین یا ادامه بدیم پیش بریم؟ فکر میکنم که افاده‌های مختلف از طرف ما بیان شد و امون چیزی است که لاروی صاحبم یقینا تاوال کتاب نخواندن. اگر شما لطف کنین یا ما خدمتشان روان میکنیم، امی مطالب در او بیخی دقیق توضیح شده. هدف از حضور، حضور امی چیزی که به نام جامعه بین‌المللی میشه، امی هجوم نظامی ایالات متحده امریکا و به حساب در کتاب که توضیح شده، امو حالتی که خودی از اینا خودشان بر خود تعریف کردن، حالت اجغالگر بر افغانستان خودی از اینا تعریف کردن، آجات به این نمانده که در این مورد ما چیز تفسیری اضافی بکنیم. نارویست کتاب روان کنین بر من و براتون روان میکنیم بچه شم. خواهش میکنم لاروی دوست عزیز و سابقه دار و محترم ما است، من خود روان میکنم. خب ما رو نماندیم که بزنس کنیم که لاروویست. شوخی میکنم، البته کتاب آنلاین است و خدمت لاروی صاحب یا سادات صاحب روان میکنه یا مروان میکنه. جناب خانقا سعید میگن که خب با امید موفقیت مرا نام گرفته و رئیس حقوقدانان افغان در اروپا محترم سادات صاحب توضیحات عالی، خدا کند مسئولیت های مردم ما و دولت های ما و مسئولین ما فراموش شد توضیحات تان نشود. در ابتدا تبصره کردم که در آخر شما این موضوع رو تشریح کردم. خب جناب لاروی یک تبصره دیگه شما را میخوانم. آقای سادات، شما خوب میدانید که قراردادها در میان جانبین جنگ امضا میشود، این را چگونه میتوانیم آن را سقوط اخلاقی بنامیم؟ من فکر کنم که توضیح شده باشد دیگه. بازم آیا؟ بله توضیح شد. بله. جناب شیر حجیر نوشته میکنند در این میان جایگاه دولت و مردم افغانستان در کجای این جنگ است و این قرارداد است؟ حتی شوروی سابق همچنین سقوط نکرده بود و به نحوه دولت دست نشانده خود را در مذاکرات مد نظر گرفته بود. تشکر. یک توضیح بوده دیگه که جناب اجیر گفتن. آقای ناصر فد... بله بفرمایید، چیز گفتنی داشتن شما؟ در رابطه به اینکه دولت مردم افغانستان گرفته نشده، یکی از دلایل شکست اخلاقی که ما مطرح کردیم همین موضوع هم است. در واقع قرارداد دوحه یا پروسه دوحه یک نوع دولت زدایی و نقش مردم افغانستان کنارست. آقای نصیر فدایی میگه وجود چالش های مخفی در قرارداد دوحه چیست؟ فکر کنم که شما توضیح کرده نگه. خب جناب فواد پامیری میگه که دقیق جنگ افغانستان در 20 سال اخیر هیچ گاهی تعریف نشده، شما هم توضیح کردید. آقای نوید پارسا میگن که درود به جناب راستا و محترم بشان جناب سادات، تبریک در نوشتن این کتاب. اصطلاح جنگل بدون قانون جناب شما امید شامل مثال دیگری هم شد که باعث تهاجم نظامی روسیه فدرال و شکست اخلاقی روسیه ذکر شده باشد. من نفهمیدم که ایگه با روسیه و با این مسائل چی ارتباط داره. آقای پارسا شما چیز توضیحات دارین جناب سادات صاحب یا یک کوتاه ما یک
عرض دارم خدمت از دوستم. فکر میکنم که این مورد صحبت ما و شما نبوده. جناب پارسای عزیز، من میفهم که خودت یکی از مخالفین شدید حزب دموکراتیک خلق افغانستان و شوروی سابقی گپا بودی، با خودت ما یک دوسته به اصطلاح رد و بدل کردیم نوشته ها را. یک چیزی را که من خدمت جناب شما، من میفهم که خودت شخصیت بسیار فهیم هم هستی، از نوشته های درک میکنم که هدف ما از برگزاری چنین برنامه ها ایست که ما وجوه افتراق دور بانیم و به روی مسائل بسیار بسیار عمده که اینمی لحظه زندگی ما را به حساب انگلیسی میگه تچنگ تچ میکنه و زیر تاثیر از او است گپ بزنیم. یعنی هدف ما در اینجا کجبحثی نیست، هدف ما ایست که ما به یک نتیجه در یک مسئله مشخص برسیم. باز در مورد از این که شما میگین که روسیه و شوروی و ایگپا، باز بحث یا گفتمان در او رابطه که بود، شما حق دارین که امی سوالتان اونجا مطرح کنید. شما بازم سپاسگزار هستم از اینکه برنامه ما را میبینین و نظر میدین. خب آقای سمی عزیزی میگه که سادات گرامی، ادامه مداخلات و دستبازی پاکستان در سرنوشت افغانستان نابرابری های اجتماعی اقتصادی و قومی نیستند؟ شکل سوال کردن. خب من فکر کنم که شما تشریح کردین، طبیعی که یکی از عواملش امی است که ما پرابلم های درونی داریم. در تلویزیون بهار آقای زمان هوتک، سلام و درود. آقای سخی صمیم، تشکر از شما که تلویزیون هم میبینین. جناب راهله شهیم، تشکر، لطف میکنین. آقای زمان هوتک، سپاسگزار از شما. جناب ولی محمد زیارمل میگه که جناب سادات گرامی، تحلیل همه جانبه و واقع بینانه شما وضعیت کنونی کشور با وضعیت کنونی کشور مطابقت دارد. درود بر شما و یک درود هم نثار ما کردن، یک دنیا تشکر از شما. عبدالطلو درود سلام و گفته که درود بر جناب سادات صاحب بزرگوار، حقوقدان شناخته شده کشور. درودهای ما را بپذیرید. سپاسگزار هستیم از جناب صمیم. آقای مسجدی هوادمل، سلام و درود ما را هم بپذیرین. خب یک تعداد زیاد دوست هاست که تکراری چیز کردن، تفسیر کردن، او را از خاطر ما مجبور هستم که نخوانم. آقای امید مصدق، درود ما را هم بپذیرین. شما کریم فروتن، سلام و درود بر شما، سپاسگزار هستم که این برنامه ما را تعقیب میکنین. آقای زمان آریایی، درود به شما و خداوند بزرگ با شما هم باشد. احسان عثمان، بحث ارزنده و آموزنده و تشکر از اینکه لطف کردین. جناب ولی محمد زیارمل، گردانندگان تلویزیون بهار با ارائه برنامه های آموزنده سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی مایه افتخار جامعه مترقی و دادخانه کشور است. تشکر از شما. خب باشین کسایی که آقای احسان عثمان خواندیم، بر گمانم که جناب ایدریس تکراری بر ما روان میکنین یک تعدادش. تشکر و سپاس. یک تعداد زیاد دوستای دیگه سلام و درود روان کردن فرستادن. راسق احمدی، درود سلام به شما. جناب فدا لاروی میگه که با تاسف که حضور بانوان در پروگرام کمرنگ است. جناب لاروی، تلاش بسیار زیاد میکنیم که با نوها به فردا. خوب شد یاد ما دادیم که فردا با خانم زهرا موسوی صحبت داریم و براتون وعده میتیم که در آینده خانم های زیاد اینجا من که آلما را متهم به طالب بودن نسازیم. آقای فواد پامیری میگه سپاسگزار از سادات عزیز، برنامه آموزنده بود. آقا خانم نسرین جان منصوری میگه تحلیل بسیار دقیق. خب یک تعداد دوستان ما در جریان صحبت جناب سادات صاحب که اینجا با ما تشریف داشتن تا جایی که امکان داشت، البته ما نامایشان گرفتیم. آقای میر شبری، جناب استاد صنعت بسام که خوب وظیفه داره. آقای ترکمنی امروز امیدوار هستم که جور باشن، تشریف ندارن. آقای ببرک کدامنی، شیر حجیر، امان افت، دکتر صاحب شیوامل، زیا پوپل، نصیر فدایی، جناب تیمورشاه سالی، آقای فواد پامیری، جناب خانم منصور، نسرین منصوری، عظیم زیا، سختی راد، سمی عزیز، خلیل دلارام، همایون آبدی، احمد شاه زبره،
و جناب حبیب میهنیار و دوستایی را که من اینجا از پیش گذشت نمایش نتانستم، امیدوار هستم که ما را ببخشن. سپاسگزار هستم از شما جناب سادات صاحب، امیدوار هستم که ما را وقتاً فوقتاً فراموش نکنین و همین تیپ تحلیل های بسیار عاملانه و عالمانه شما، از تحلیل های شما ما همیشه مستفید باشیم. شکر راستای عزیز، از شما، از همکاران شما جناب ترکمنی صاحب که امیدوار هستیم با صحت و عافیت باشن، استاد بسام عزیز، از تلویزیون وزین بهار جناب جبارخیل صاحب و همکارانشان و از محترم سهیل و همکارانشان و همچنان از تمام سروران گرانقدر، خواهران و برادران عزیز و گرامی که با حوصله‌مندی ما را شنیدن، اظهار سپاس و امتنان می کنیم. وقت خوش، شب خوش و تمام بزرگوارا آرزو می کنیم. یک دنیا سپاسگزار از شما جناب سادات. بیننده های عزیز، قسمی که پیشتر هم گفتم، فردا ما با خانم زهرا موسوی صحبت دارم، البته پیرامون مسائل زن و حق زن در جامعه. فردا ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا و 8 شام به وقت اروپا و 11:30 به وقت افغانستان، 11:30 شب به وقت افغانستان با خانم زهرا موسوی صحبت های خواهد داشتیم. تا آن دم شب و روز شما خوش. بهار زموږ د هیواد ټولو فرهنګي، سیاسي او ټولنیزو څیرو ته د ملاتړ بلنه ورکوي. بهار آغاز شادابی. بهار تلویزیون دیوالی او پیوستون ریښتینی غږ.